تروریست میکنن و بعد مساوی ناسیونالیسم ایرانی حمله میکنن و وقتی به اونا میگیم آقا دشمن ما جمهوری اسلامیه، دشمن ما فرهنگ و اتحاد ملی مردم ایران نیست، میگن آقا این حرفا چیه؟ وقتی بهشون میگین ایران رو داری تجزیه میکنید، میگن نه با ایران تجزیه نمیشه. آقا دوستان عزیز، ایران در 500 سال گذشته بارها و بارها تجزیه شده و عامل اصلی این تجزیه آخوندهای شیعه بودن. ببینید در تاریخ هزاران ساله ما بارها شده بود که دشمن میومد قسمتی از خاک ایران رو جدا میکرد، ولی نیروی جاذبه ایرانیان بگونه‌ای بود که بعد از یه مدتی دور هم دوباره جمع می‌شدیم و دوباره کشورمون به اون بزرگی سابق می‌رسید. آخوندها در ایران یه کار دیگه کردن که من برای همین به همین افغانستان اشاره کردم. می‌تونیم به آسیای میانه اشاره کنیم. وقتی قبل از اینکه آخوندهای شیعه زمان صفوی به ایران بیان، ایرانی بودن از مرز چین بود تا اروپا دربار عثمانی پارسی سخن میگفت، در قفقاز به پارسی شعر میگفتن، در هندوستان در دربار روحانی پارسی سخن میگفتن با اینکه اقوام مختلف بودن. این صفویه چه بلایی بر سر ادبیات ما بر سر بلایی بر سر ما آورد که ازبکی که در دربارش در شهرش افتخار میکردن فارسی صحبت کنن، بعد از یه مدتی فارسی سخن گفتن رو با نجاست یکی می‌دونستن و بعد دشمن ایران شده. مگه آقای مسعود شما بهتر از من می‌دونید، مگه بزرگان فرهنگ و ادب ایران از آسیای میانه نبودن؟ چی شد آسیای میانه دیگه نمیخواست با ما باشه؟ چی شد قفقازی که قرنها و قرنها مردمش حالا مسیحی شدن سنی شدن دیگه نمیخواستن با ما ایرانیان باشن؟ چه بلایی بر سر مردم و این اتفاق آقای مسعود اینجا برمیگرده که این آخوندها و جنایاتشون به خصوص دوره دوم صفویان و دوران قاجاریه به حدی بود، قتل عامی که آقا محمد خان قاجار از مردم گرجستان کرد به حدی بود که دیگه اینا دل بریدن از ما و عطای ایران رو به لغاش بخشیدند. نظامی گنجوی ایران رو نگین جهان میخوند. چه بلایی این آخوندهای صفوی و آخوندهای وارداتی آوردن که قفقاز از ایران بدرود گفت؟ و این داستان آقای صدر داره در ایران اتفاق میفته، بلایی که این آخوندها دارن سر ما میارن و همزمان با نوروز ما جنگ دارن، همزمان با چهارشنبه سوریمون جنگ دارن، همزمان با تاریخ ایران جنگ دارد، با زبان پارسی جنگ دارد، با نامهای ایرانی جنگ دارد. و این مسئله آقای صدر شما هم اشاره کردید بارها بهش، بسیار خطرناکه.